بار دیگر در شهر بیورلی هیلز و بلوار ویلچر به تماشای یک فیلم ایرانی خواهیم نشست. فیلم شیفت شب به کارگردانی نیکی کریمی امشب در این مجموعه سینمایی به نمایش در می آید. ویژگی خاص اکران این فیلم حضور نیکی کریمی در شهر لس آنجلس است که این امکان را به برگزار کنندگان داده است تا جلسه نمایشی با حضور کارگردان این فیلم برگزار کنند. و به واسطه حضور نیکی کریمی برنامه با استقبال بسیار مخاطبان ایرانی همراه می شود. دقایق کوتاهی پس از ورود مردم به سینما در بلوار ویلچر، نیکی کریمی نیز به جمع مردم ملحق می شود و قبل از ورود به سالن عکس هایی را به یادگار با مردم و میهمانان ویژه این اکران می گیرد. بسیاری از ایرانیان حاضر در این اکران برای گرفتن عکس با نیکی کریمی روی فرش قرمز در یک صف طویل ایستادند و دقایقی منتظر و مترصد قرار گرفتن روی فرش قرمز بودند و این نشان از جایگاه ویژه و خاص این بازیگر 46 ساله سینما ایران دارد که در عرصه کارگردانی نیز دستی بر آتش دارد و تاکنون 5 فیلم را در مقام کارگردان ساخته است. نیکی کریمی با کسب جوایز متعدد از جشنواره‌های گوناگون بین‌المللی یکی از موفق‌ترین هنرمندان سینما ایران از لحاظ کسب تعداد جوایز جهانی بوده است. او در سال 1372 موفق به کسب جایزه صدف نقره بهترین بازیگر زن از جشنواره بین‌المللی فیلم سن سباستیان برای فیلم سارا شد و در 21مین دوره جشنواره فیلم فجر نیز برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای فیلم دیوانه از قفس پرید و واکنش 5 شد. او تاکنون در جشنواره‌های متعدد داخلی و بین‌المللی به عنوان داور حضور داشته و از سال 1386 از داوران بخش فیلم کوتاه جشنواره فیلم کن نیز بوده است. همچنین او در زمینه عکاسی و ترجمه کتاب نیز فعالیت‌هایی را داشته است. فیلم شیفت شب آخرین فیلم نیکی کریمی است در مقام کارگردان که در لس آنجلس پس از اکران آن در ایران به نمایش درآمد و در جلسه‌ای که پس از اکران این فیلم برگزار شد نیکی کریمی به پرسش‌های حاضرین نیز پاسخ گفت و برای دقایقی با مخاطبان به گفتگو نشست. سلام. قد خوشگل شد. من واقعا نشنیدم. شوهرت خوبه؟ راضی هستی؟ آروم، بی سر صدا، ساکت. فرمو داش ماست. خوبی برا؟ نوزر جا گذاشته. پیش دارم. بودو جیش، بودو. این که میبینی شوهرت داره. الو ببخشید، با من تماس گرفته بودی. شیفت شد. ببین فرهاد چند وقت اصلا حوصله نداره، یعنی سر حال نیست. شوهر تو کی سر حال هست؟ همیشه فالش میزنه. نهایت من میدونم چند وقت به هم ریخته. وقتم با تو بارو نمیزنه. ببینم پای کسی وسطه. مگه به شما چیزی نگفته؟ چی باید میگفته؟ یه خانومشی دیگه. نمیدونی؟ فرهاد چیکار کرده؟ دیگه. فیلم شیفت شب که همه شما منتظرش بودید و خانم نیکی کریمی کارگردان، نویسنده و تهیه کننده فیلم که خودشون هم نقش کوتاهی رو در فیلم دارن حضور دارن در بین ما. باعث افتخار ماست که ایشون تشریف آوردن اینجا و متشکرم از استقبال و حمایت خیلی خوب شما. دعوت میکنم از ایشون که تشریف بیارن. سلام فیلمبرداری 2 ماه بود، ولی خب 1 سال ما فیلمنامه رو می‌نوشتیم، پیش تولیدم مثلا این سه بوده 2 ماه. خسته نباشید. خیلی خوشحالم می‌بینمتون به عنوان یه هنرمند. خوشحالم می‌بینمتون. می‌خواستم ببینم
چه عاملی باعث شد این فیلمنامه نوشته بشه و چی علاقه مند کرد شما اینو بسازید؟ ببینید کلا من فیلم سفارشی نمی سازم و باید یه موضوعی میتونم تاثیر بذاره تا اون فیلم ها من رو بخوام بنویسم. بعد ماجرای تحریم ها توی ایران و عکس العمل مردم و اتفاقی که براشون افتاد باعث شد که من این فیلمنامه رو فکر کنم که توی روزنامه توی صفحه حوادث خوندم که متاسفانه یک مردی به علت فشار مسائل اقتصادی خود دست به متاسفانه کشتن خانواده خودش زده بود و این باعث شد که من فکر کنم که چی میشه که یک کسی به همچین موقعیتی میرسه. البته من نمیخواستم که منفی بگم و یا اینکه بخوام بگم که یه میخواستم راه حل بدم و چه اتفاقی میتونه بیفته. باعث به این علت بود که من فیلمنامه نوشتم. به هر حال من 25 ساله که دارم کار میکنم، کار با خیلی از کارگردانان دستیار عباس کیارستمی بودم، خیلی از کارگردانانی که باشون کار کردم اینا همش تاثیر میذاره. سهل حرف زدن نیستش، همه چی میرزه تو خودش. نایت خانم 500 میلیون پول کمی نیست. چقدر؟ 500 میلیون. ببینید اگه آدم میخواد بپرم باید بدونه کی بپره، چطوری بپره، با کی بپره. فیلمی از نیکی کریمی، برنده دیپلم افتخار جایزه ویژه هیئت داوران در 33 جشنواره فیلم فجر. بله. اون کی بود تو پارکینگ؟ چیکار می‌کردی نه؟ یه بار دیگه زاخسی ها منو چوب بزنی دندونات میرزم. اوه، میاد. خانم کریمی خسته نباشید. من روند کاریتون رو از اول فیلم سینماییتون دنبال کردم تا الان. فکر میکنم بهترین کارتون توی این 5 تا فیلمی که ساخته هستش و پرداختنتون به قشر متوسط جامعه تو وضعیت اقتصادی فعلی. سوالی که به ذهن من اومد تو تماشای این فیلم، یک مقداری شباهت‌های داستانی دیدم با فیلم سگ‌کشی آقای بیضایی. گلرخ کمالی خیلی شبیه به این خانوم بود و ناصر معاصر فیلم آقای بیضایی خیلی شبیه بود به آقای فروتن توی این نقشش. منتها دسته و طبقه اقتصادی اون داستان با این تارگت که شما داشتین مقدار فرق کرده بود. حتی سگ‌کشی و اون حالا اینجا تبدیل به یک حیوان کوچکتر، یعنی احتمالاً تمرکزی به قشر ضعیف‌تری بود. خواستم ببینم که شما توی روند فیلمنامه به این داستان توجه داشتیم یا این نکته نظرتون رو جلب کرده بود قبل از نوشتن این فیلمنامه؟ نه، خیلی برام جالبه که این موضوع شما میگین. نه واقعا به این موضوع فکر نکرده بودم، ولی من فکر میکنم که یک سری چیزایی توی ادبیات کلا کلاسیکه دیگه، یعنی روند قصه نویسی یک سری داستانهایی، بله، مثل اینکه زنی که مبارزه یا اینکه مردی که در حقیقت به مشکل برخورده، اینا میتونه که تکرار بشه. داستان‌های میگن تمام داستان‌های موجود نوشته شده، هر کسی باید خودش رو بله به هر حال خیلی تبریک میگم. چون اونجا خانواده از هم پاشیده یه، ولی اینجا نیست. بله اینجا تلاش داره که واقعا بیس خانواده خیلی مهمه برای من. من خودم خانواده‌ام لندن زندگی میکنن و اونجا توی هر منطقه یه دون از این شلترها هستش که زنایی که بهشون هر نوع به هر حال فیزیکی یا ذهنی ابیوز میشن رو میبرن اونجا. بنابراین اصلا جا و مکان و اینا نداره. تو من فکر کنم ایران شاید خیلی حرمت خانواده زیاد هستش و حالا به هر حال من که خودم میدونم چون فعالیت اجتماعی میکنم خیلی زیاد هستش این قضایا، ولی خب توی کشور ما معمولا خیلی پنهانه، یعنی کسی اینو نمیاد بگه. جوامع مثل ایران همه انسان ها چه زن چه مرد با چالش زیادی روبرو هستن، ولی خب من همیشه قید دارم خواسته که این یعنی اینطوری نشون ندم که زن ها ضعیفن. میشه همه کارهایی که مردا انجام میدن هم انجام داد، مثل فیلمسازی که کار فوق العاده سختیه و به هر حال تقریبا میشه اینطوری براتون بگم که دو برابره آقایون. اگر شما خانم هستین تو ایران دارین کار میکنین باید انرژی بذارین، ولی خب لذت بخشه.